توی این ویدیو یه پلی استیشن رو بهتون معرفی کنم که تا حالا اسمشو نشنیدید. پس تا آخرین ویدیو با من باش. به بزرگی از اتاق بازیمون خوش اومدید. تا حرف از کنسول سونی میشه ذهن همه میره سمت کنسول پلی استیشن. اما بیاین رو راست باشین، اگه از خودتون بپرسن یه کنسول پلیستیشن رو اسم ببر جوابتون چیه؟ هممون میگیم که پلیستیشن 1, 2, 3, 4, 5. یا اگه بخوایم یکم کلاس بذاریم و مثلا بگیم خیلی با کلاس و های لیول هستیم، زبانمون رو توی دهنمون میچرخونیم و با یه لحجه بریتیش طوری میگیم پلیستیشن ویتا. او مای گاد، داشت پورتال رو یادم میرفت. اینا همونه ایه که وقتی میخوام بگم رزیدن اویل میگم رزیدن ایوو. دیگه خودش جواب همه تون یکی از این کنسول هاست دیگه. اما سونی یک کنسول دیگه هم داشته، یک کنسول مخفی که فقط تو سرزمین مادرش ریلیز شده، کنسولی که به شدت توی ژاپن موفق عمل کرده اما هیچ وقت نتونست از جزیره سامورایی یا بیرون بیاد. آقا میتونی حدس بزن که اسم این کنسول چیه؟ اگه میتونید حتما تو کامنت ها برام بنویسید. این کنسول به شدت عجیب چیزی نیست جز پاکت استیشن. همونطور که از روی اسمش میتونین حدس بزنین، این کنسول به قدری کوچیکه که حتی توی جیب آدمم جا میشه. الان شما این کنسول رو ببینید یاد آتاری دستی نمیفتی؟ کوچولوهای کانال، اگه نمیدونین آتاری دستی چیه، برید از مامان باباتون بپرسین. اما در همین حد بدونید که این آتاری دستی ها یه روزی آرزوی بچه‌های دهه 70 بوده. یعنی بچه‌های دوره ما باید 3 ماه تابستون رو بدون استاپ آقا ار میزدن تا دل مامان بزرگی دایی چیزی رو بسوزونن که براش یه دونه از این آتاری دستی ها بخرن. واقعا نسل سوخته هم رد کرده، گیر شدیم، اصلا نف شدیم تا بزرگ شدیم. بزنید زیاد از بحث اصلی دور نشیم و بریم تبلیغات این کنسول رو اول از همه ببینیم. واقعا الان که دارم این تبلیغا رو میبینم خیلی دوست دارم برم و از سازنده این تبلیغا بپرسم که آقا فاز این ایده پردازی برای این تبلیغات چی بوده؟ شیشه میشه میزدی جان خودم، آخه چیه این آخه؟ چرا باید یه مشالین پشت یه سری بچه حرکات رزمی بزنم؟ بعد اصلا این ربطش به پلی‌استیشن چیه؟ این چیه؟ الان ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که ما چجوری باید با این کنسول بازی کنیم؟ آخه این کنسول انقدر کوچیکه که خودش اندازه دوتا بند انگشته، بازیش از کجا میخوره؟ واقعیت اینه که پاکت استیشن در واقع یه مموری کارت تعاملی بوده. این یعنی هدف اولیه طراحی این کنسول برای استفاده به عنوان مموری کارت بوده. اما سونی از اونجایی که میخواسته یه نوآوری انجام بده اومده بود و یه LCD سیاه‌سفید روش گذاشته بود. حالا کارای این LCD چی بوده؟ اول از همه شما میتونید سیوای بازیتون رو به وسیله این LCD مدیریت کنید. این یعنی برای اینکه سیو یه بازی رو پاک کنید دیگه لازم نبود با کنسول انجامش بدید. شما میتونستین به وسیله این LCD هر چی رو که میخواید پاک کنید. اما مهمترین فیچر این کنسول امکان انجام مینی گیم‌ها بوده. مینی گیم‌هایی که به همراه یک سری از بازی‌های پلی‌استیشن 1 عرضه می‌شدن. روش کار خیلی ساده بود. یک سری از بازی‌های پلی‌استیشن 1 که توی ژاپن عرضه شده بودن، یه سری مینی گیم داشتن که روی این کنسول نصب می‌شدن و شما می‌تونستین بازیشون کنید. البته توقع خودتون از این بازی‌ها به شدت پایین بیارینا و انتظار حداقل رو داشته باشید. آقا بذارین یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین مینی گیم‌ها رو بهتون معرفی کنم. آقا این بازی پورو یادتونه؟ همون بازی قدیمی که روی گوشی ها بود، یه چیز قهوه‌ای. ما مسئول بزرگ کردنش بودیم، باید غذا میدادیم بهش، میبردیمش حموم، باش بازی میکردیم که حوصله‌اش سر نره، سر وقت میخوابوندیمش. پلی‌استیشن پاکت هم دقیقا یه بازی همین شکلی داشت، بازی که توش یه مش کاراکتر کیوت که میتونستیم باهاشون تعامل برقرار کنیم بودن. شاید براتون جالب باشه که بدونید این بازی به چنان محبوبیتی توی ژاپن رسید که تبدیل به اسکات سونی توی ژاپن شد. من واقعا سلیقه این ژاپنیا رو آقا درک نمیکنم. نمیتونم قبول کنم آخه به جز ژاپنیا کی از این گربه یک کله گنده خوشش میاد؟ الان شما کریتوس رو ببین بعد ایشون رو. کلا ژاپنیا آدمای عجیب غریبی هستن واقعا.
پاکت استیشن برای اولین بار توی تاریخ 23 ژانویه سال 1999 به صورت انحصاری فقط توی ژاپن منتشر شد. این ژاپنی‌ها چیزای خوب همیشه واسه خودشون نگه می‌دارن. جالبه که بدونین اوایل قرار بود که توی 23 دسامبر این اتفاق بیفته، ولی یک ماه تأخیر خورده. سونی برای شروع کار حدود 60,000 پاکت استیشن ساخته بود که توی رنگای سفید و شفاف عرضه می‌شدن. این کنسول به شدت مورد استقبال ژاپنیا قرار گرفت و سونی شروع به تبلیغ این کنسول توی آمریکای شمالی و اروپا کرد. ولی هیچ وقت این کنسول جاهای دیگه عرضه نشد. دلیلش هم این بود که تقاضا به قدری توی ژاپن زیاد بود که سونی نتونست توی کشورهای دیگه عرضه‌اش کنه. مطمئنم الان این سوال تو ذهنتون اومده که اگه این کنسول اینقدر خوب بوده، پس چرا نسلش منقرض شده که الان ما دیگه نتونیم بشناسیمش؟ خب دلیلش اینه که دیگه به مموری استیک نیازی نبود. اون قدیما کنسول مثل الان نبود که از خودش حافظه داشته باشه. کنسول‌ها فقط توانایی اجرای بازی رو از طریق دیسک داشتن و حافظه‌ای برای سیو کردن فعالیت‌های شما توی بازی‌ها نداشتن. اینجا بود که مموری کارت ها به میدون اومدن. یه حافظه مجزا که میشد به کنسولتون وصلش کرد تا دیتای بازیتون رو روش سیو کنید. این یعنی اگه شما از این مموری کارت ها نداشتین، هر چقدرم که توی بازی پیش میرفتین، اگه بازی رو ریسیت میکردین، مجبور میشدین بازی رو از اول شروع کنین. آقا خود من یک سال تمام پلی‌استیشن 1 رو اینجوری بازی کردم. نکته جالبتر مقدار فضای این مموری کارته. فکر میکنین چنگی بود؟ یه ترابایت؟ 500 گیگابایت؟ 100 گیگابایت؟ نه آقا جان، سطح توقعتون رو بیارین پایین‌تر. این مموری کارت ها فقط 1 مگابایت حجم داشتن که شما فقط از 100 کیلوبایتش میتونستین استفاده کنید. بعد حالا ما توی نسل 9 فکر میکنیم 1 ترابایت واقعا برای کنسول کمه. خب حالا اینا چه رفتی داره به اینکه پاکت استیشن منقرض شده؟ همونطوری گفتم پاکت استیشن خودش یه مموری کارت بود که به پلی‌استیشن 1 وصل میشد. دلیلش هم این بود که کنسول‌ها اون زمان حافظه ای از خودشون نداشتن. ولی با گذر زمان شرایط عوض شد. کنسول‌هایی مثل پلی‌استیشن 3 از راه رسیدن که خودشون حافظه داشتن و دیگه تکنولوژی مموری کارت ها دیگه بی استفاده شد. وقتی هم یه چیزی کاربردش رو از دست بده، فروشش هم با خودش میکشه پایین. واسه همینه که این پاکت استیشن 3 سال بیشتر عمر نکرد و تولیدش توی سال 2002 متوقف شد. البته این تنها دلیلش نبود. طراحی مناسب فرد پاکت استیشن باعث شد هزینه های ساخت بالا بره و از طرف دیگه عرضه کنسول های دستی مثل PSP باعث کاهش جذابیت این کنسول شد و در آخر همه اینا دست به دست هم دادن که امروز خیلی از ما اصلا نمیدونیم پاکت استیشن چی هست. اینجوری شد که نسل پاکت استیشن با این همه استقبال منقرض شد. اما خب بعدش چی میشه؟ معلومه که نه. 5 نوامبر سال 2013 سونی اعلام کرد که قصد احیای پاکت استیشن رو داره. در واقع احیای بازی های این کنسول برای دوستان علاقه‌مند رترو گیمینگ و نوستالژی. حالا چطور این اتفاق افتاد؟ سونی اپلیکیشن پاکت استیشن رو به پلی استیشن ویتا اضافه کرد که از طریق این میتونستید به بازی های پاکت استیشن دسترسی پیدا کنید. ولی خب همه ما میدونیم که ویتا هم به دلیل عدم مدیریت درست سونی به یه شکست تجاری تبدیل شد و سونی واسه همیشه کنارش گذاشت. اینم از داستان پاکت استیشن. امیدوارم لذت برده باشین. حتما نظراتتون رو در مورد این کنسول عجیب توی کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار. ポケットステーションの発売日が1月23日になりました。楽しみにしていた皆さん、もうしばらくお待ちください。